یعنی شما بیشتر از اینکه به اخبار داخل مذاکرات توجه میکنید، به اخبار دیگه که حول مذاکرات در کشور خودتون و در منطقه رخ میده باید به اینا توجه بکنید. به اتفاقی که در جنگ اخیر غزه با اسرائیل رخ داد، به ارسال موشک ماهواره‌بری که از پایگاه بایکونور با پرتوگر سایه اتفاق افتاد، از اینکه شما میتونید سخت‌ترین بخش تحریم ها رو برای قطعات پیشرفته خود رو مثل ECU یا کامپیوترش که تعداد زیادی چند هزار خودرو در پارکینگ شرکت های خودروسازیش متوقف کرده بود رو بتونید برطرف بکنید، از اینکه بتونید منابع و مشکلات مالی رو که نامزدهای سابق رئیس جمهوری، یعنی رقبای رئیس جمهوری فعلی، بهش اشاره داشتن و اعزام میکردن رو به حال حلش بکنید و بتونید منابع لازم رو برای اداره کشور خودتون وارد کشور بکنید، تازه اونم تو شرایط سخت فعلی که جنگ روسیه و اوکراین و منابع و غلات در جهان کم بود براش وجود داره و وزیر خارجه ایتالیا میگه جنگ جهانی نان آغاز شد و از این حرفا میزنن. خب شما تو این شرایط تونستین کارو بکنی، اینها اون اتفاقاتی که اتفاقا باید مهمتر از اخبار داخل مذاکرات به اینها توجه بشه و وقتی به اینها توجه بشه، طرف غربی وقتی دست زیر ساتور انرژی ارزانی که دیگه نداره و روسیه گاز رو بهش بسته و زمستان سختی رو خواهند داشت، اینا دارن تمام تلاششون رو میکنن که بتونن از شما و حالا به نوعی تو تعامل با آمریکا یه توافقی بگیرند که بتونن تحریم‌های انرژی و گاز و نفت ایران رو بردارن که اینا بتونه وارد بازار بشه، بتونه انحصار روسیه رو یه مقدار محدودتر بکنه، اینا بتونه نفسی بکشن. خب پس باید امتیاز بدن.